حملات علیه اقلیت شیعه در مالزی از سال 2010 آغاز شده و با شدت گرفتن آن فضایی پر از وحشت برای شیعیان به وجود آورده است اخیرا ده ها نفر از شیعیان مالزی دستگیر شدند که این امر نگرانی زیادی را در میان آنان در پی داشته است با تقویت نفوذ سنی هایتون رو در مالزی شیعیان که دو دهه است فعالیت های دینی آنها در این کشور ممنوع شده بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار دارند سید محمد یکی از شیعیان این کشور در روز آشورا در حسینی در ایالت جهور در حال نماز خواندن بود که بیست نیروی پلیس به این حسینی حمله کردند این یکی از چند حمله اخیر به مراکز شیعیان در مالزی بود به میگوید زنان و کودکان از این حمله وحشت زده بودند چهار مرد که نقاب به صورت داشتند به من حمله کردند یکی از آنها اسلحه در دست داشت و من را به عدم همکاری متهم کرد در حمله دیگری به منطقه در نزدیکی کوالالامپور کامر زهیری عبدالعزیز یکی از شیعیان سرشناس به همراه 21 نفر دیگر که در حال دعا خواندن بودند دستگیر شدند آمار رسمی از تعداد شیعیان مالزی وجود ندارد اما برخی منابع تعداد آنها را بین 100 هزار تا 500 هزار نفر برآورد کنند. به گفته شیعیان مالزی تعداد شیعیان بیش از این هاست اما بیشتر آنان در پی فشارهای اخیر مذهب خود را مخفی می کنند